ایران پس از رفع تحریم ها با سونامی گردشگران خارجی روبرو خواهد بود. پیشبینی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی پیدا کرده. رسانه‌هایی که در یک سال اخیر گزارش‌های زیادی در مورد سفر به ایران در آنها منتشر می‌شود. فرسنگ‌ها دور از ایران در کافه‌ای در شهر بن آلمان به دیدار دو دانشجوی آلمانی آمدیم. اینس و توماس تاکنون سه بار به ایران سفر کردند و گفتنی زیاد دارند. از سرزمینی که از شمال تا جنوبش را دیدند. مرور عکس‌هایی که رهاورد آخرین سفر آنها به ایران است. Und ich habe die Brücke mit Wasser gesehen endlich. خیلی خوش گذشت. چیزای جالب زیادی دیدیم ولی چیزی که گاهی اذیت میکرد تعارف‌ها بود. یا اینکه وقتی از کسی آدرس میپرسیدی و طرف نمیدونست کجاست، بازم یه جوابی میداد. Also zum Beispiel, wenn man nach dem Weg gefragt hat und die Leute ihn nicht wirklich wussten, hat man trotzdem eine Antwort bekommen. میگویند افزایش شمار توریست ها در ایران در مقایسه با سفرهای پیشین برایشان ملموس بوده. چیز زیادی که میشنوم، طرف میگه با دوچرخه ایران گردی کردم یا با قطار از آنکارا رفتم تهران یا در مسیر سفر به آسیا از ایران دیدن میکنه. این خبر که الان راحت تر میشه رفت ایران زود پخش میشه. ویزا گرفتن که خیلی راحت شده. برای تایید حرف‌های این دو دانشجو به یک آژانس مسافرتی در بن سر می‌زنیم. مدیر آژانس هم از افزایش سفر به ایران به عنوان یک جهش یاد می‌کند. به اعتقاد او سفرهای شخصی در کنار سفرهای گروهی به ایران افزایش پیدا کردند و همینطور سفر جوان‌ها و دانشجوها در کنار گردشگران مسن‌تر. بسیاری از هتل‌های در ایران تا پایان سال 2016 که بوخت شده است، یعنی پروازی نیست که از ایران ببخشید از اروپا به ایران بره و توش توریست نباشه. تهیه ویزا و گرفتن ویزا هم خیلی راحت‌تر شده، یعنی ما به محضی که تقاضای ویزا رو میدیم در کمتر از یک هفته سفارت و یا کنسولی ایران این رو انجام میده. تهیه کاتالوگ‌های مناسب از سوی ایران از جمله پیشنهادهای این آژانس برای جذب بیشتر گردشگر آلمانی و ترغیب آنها به سفر به ایران است. به کافه باز می‌گردیم. آیا اینس و توماس دوباره به ایران سفر می‌کنند؟ Ich wollte auch gerne da mal Skifahren lernen. حتما می‌خواستم اسکی یاد بگیرم و توی ایران می‌تونم این کار رو بکنم. همه فکر میکنن ایران خیلی گرمه. پیستا گویا از نظر کیفیت توی تهران خیلی خوبن. البته من از پیست و اسکی سر در نمیارم، اما مناظرش خیلی قشنگه. از طرفی پول اسکی توی آلپ رو ندارم. Auch die ganzen kulturellen Städte, es ist آثار باستانی دیوانه کننده است. نصف سال اونجا بودم و از هر فرصتی هر آخر هفته ای استفاده کردم. Man hat möglichst fast jedes Wochenende oder manchmal auch einfach so frei gemacht oder auch die Ferientage, die wir خیلی چیزا رو دیدم، ولی یک سال دیگه بازم وقت میخوام. Und ich habe so viele Sachen noch nicht gesehen und denke halt immer noch so, keine Ahnung, also ich glaube, ich brauche noch mal همه چیز داره، برف، کویر، دلفین، یه طبیعت بی نظیر. ایران، کشوری با طبیعتی زیبا و ویژگی‌های اقلیمی خاص، با 19 اثر باستانی ثبت شده در یونسکو و تمدنی کهن. مسئولان ایران می‌گویند می‌خواهند با سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت جان تازه‌ای ببخشند.